آمریکا چین را متهم به نگهداری غیرقانونی و آزار میلیون هزار مسلمان اویغور کرد. به گزارش شیه ویوز، به نقل از رویترز، رندال شریور، مسئول میز آسیایی وزارت دفاع آمریکا در اظهاراتی چین را متهم کرد که بیش از یک میلیون مسلمان اویغور را در اردوگاه های کار اجباری نگهداری نموده و آنها را از حقوق اولیه خود محروم کرده است. ماجرای زندانی کردن یک میلیون مسلمان در ایالت سینکیانگ چین اولین بار در سال 2018 از سوی چند گروه حقوق بشری افشا شد. چین ابتدا منکر کل ماجرا بود اما بعدها ضمن اعتراف به این نگهداری اجباری مدعی شد این مسلمانان را تنها به خاطر آموزش های عقیدتی و سیاسی و همچنین جلوگیری از افراطی شدن آنها نگهداری می کند. آمریکا به عنوان رقیب چین بارها از این کشور به خاطر زندانی کردن مسلمانان اویغور انتقاد کرده است اما این برای اولین بار است که آمریکا از این مراکز نگهداری با عنوان اردوگاه کار اجباری یاد کرده است کسانی که توانستن از این کمپ ها به گریزند روایت های وحشتناکی از شکنجه در بازروی ها عنوان کردند